عرض کنم که خب این اظهار نظرهای مربوط به اینکه ایران می تواند به سوی دموکراسی و غیره بره، عین همون اظهار نظر خانم عبادیه در مورد اینکه چرا حکومت با ملت ایران آشتی نمی کنه. من فکر می کنم همه اینها به علت اینه که خواستگاه این گونه نظرها یک خواستگاه نیهیلیستیه به نظر من، یعنی اینکه همه کسانی که فکر میکنند که ایران دچار مصیبتی است که باید از این مصیبت بیاد بیرون، انقدر ناامیدند از اینکه روزی حکومت اسلامی در کار نباشه و عرض کنم که یک حکومت دموکراتیکی در ایران بر سر کار باشه، که امیدشون رو به اصلاحات و تحولات داخلی این رژیم میبندند و فراموش میکنند که معلوم نیستش که آیا حکومت با مردم ایران قرار کرده یا مردم ایران دیگه عرض کنم که امیدشون رو از این حکومت از دست دادن و اساسا کی با کی باید آشتی بکنه، قاتل و مقتول با هم دیگه آشتی بکنن، به چه سودایی و به چه راهی. به نظر من این مسئله انتخاباتی که هفته آینده در هفتم اسفند در ایران انجام خواهد شد، یک بار دیگه این نوع توهمات و تصورات رو به باد خواهد داد و نشان خواهد داد که در این حکومت، در جبین این حکومت نور رستگاری وجود نداره و این حکومت تحمل حتی خودی هایی که راه دیگری رو برای آینده حکومت اسلامی در نظر دارند رو عرض کنم تحمل نمی کنه. شما خانم عبادی میخواد که مثلا مخالفین حکومت با حکومت آشتی کنند، بعد از ایشون پرسید که این حکومتی که توان این رو نداره که نخست وزیر دوران خمینی و رئیس ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی رو که از نزدیکان خمینی بودن تحمل بکنه و الان این همه سال است که اونها رو در حصر خانگی نگه داشته، میخواد پس با کی آشتی بکنه؟ آقای مهندس میرحسین موسوی خامنه ای و آقای سدلی خامنه ای با هم تقریبا پسرمو یا با یک درجه تفاوت هستند و اینها نمیتونن با هم دیگه آشتی کنن. حکومت نمیتونه تحمل بکنه چنین کسی رو، چه برسه بخواد با مخالفین خودش کنار بیاد. و این به نظر من این حرفهایی است که فقط ایجاد تفاهم میکنه و فریب دهنده است. اما در مورد انتخابات، خب به نظر من کاملا همه چیز داره نشون داده میشه. خب قبل از بریم سر انتخابات، نه یه سوال میخوام بکنم. بفهم. آیا ما در خارج از کشور یار و همدرد و شریکی عزیز تاریخی در ایران موجود داریم یا نداریم؟ مردم ایران منظورم نیستا، جناهایی در ایران که عملا تو کار سیاسی هم هستن. عرض کنم که من در این مورد روز به روز ناامیدتر دارم میشم. ناامیدتر میشم. راستشو خدمتون بگم. یعنی اینکه به خصوص در این انتخابات اخیر و اینکه تمام کسانی که مدعی سکولاریسم هستند، مدعی دموکراسی هستند، تصمیم گرفتن که برن در این انتخابات خودشون رو نامزد بکنن برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، نشان این بودش که همین کلمه نهیلیزم رو که خدمتون عرض کردم به معنای حالا میگن پوچگرایی، پوچمداری یا هر چیز دیگه ای، یعنی آنچنان به عرض کنم که زاویه های نومیدی و استیصال عرض کنم که رسیدند که فکر میکنند که اگر بروند مثلا خودشون رو نامزد این انتخابات بکنند، با یک درصد خیلی کمی ممکنه که بتونن برن در مجلس و نغمه مخالفی ساز بکنند اونجا و فراموش میکنند که مثلا مجلس ششم شورای اسلامی کلن از این نغمه های مخالف ساخته شده بود و رئیس مجلس هم آقای کروبی بود، تمام اصلاح طلب هم تو مجلس بودند و هیچ کاری رو نتونستن پیش ببرند و در انتهای کار هم آقای خاتمی گفتند که نمیدونم رئیس جمهور یا تدارکچیه بیشتر نیست و از دست ما کاری بر نمیاد. ولی دو مرتبه این توهم ایجاد شده که ممکنه که بتونن برن توی مجلس، یا اینکه بعد از اینکه ملتفت شدند که خلاف جوی که مثلا بیت آقای رفسنجانی ایجاد کرده
که این دفعه با وجود یک رئیس جمهور اصلاح طلب مثل آقای روحانی ما میتوانیم عرض کنم که تغییراتی در داخل سیستم بدیم، اما در عمل دیدن بلافاصله که 90% کسانی که آمدند خودشون رو کاندید انتخابات مجلس شورای اسلامی کردند رد صلاحیت شدند. چه برسه اینهایی که تازه مدعی هستند ما وقتی رفتیم اونجا و تقاضای کاندیداتوری خودمون رو پر میکردیم به خیلی از جواب مثلا پرسش ها پاسخ ندادیم. مثلا آقای مهندس زعیم میگن که من روی این که من وفادار به ولایت فقیه هستم خط کشیدم. بنابراین دو مرتبه حرف در اینه که ما برمیگردیم به مدار کهنه 37 ساله افشاگری. یعنی اینکه تصور این است که مردم ایران هنوز نمیدونن که این حکومت چگونه در انتخابات تقلب میکنه، چگونه اصلا راه نمیده که مخالفینش حتی بیان نامزد انتخاباتی بشن و عرض کنم که دست به هر جنایتی هم میزنه، اینا رو هیچ کدوم ملت ایران نمیدونن. بنابراین این آقایونی که میگویند که ما سکولار دموکرات هستیم میگن میریم اونجا استویسی میکنیم، ما رو که رد صلاحیت کردن مردم ملتفت میشوند که این حکومت اصلا چه طبیعتی داره و لابد انتظار دارن مثل سال 88 دو مرتبه جنبش سبزی صورت بگیره و مردم بریزن توی خیابونها و مثلا بگویند که چرا از آقای تبرزدی یا آقای عرض کنم که مهندس زعیم با آقای باوند و غیره شما رد صلاحیتشون کردید. اینها همه به نظر من نشانه رسیدن به یک بنبست عمیقه و اینکه عجله‌ای که فکر میکنن که آقا سنا داره میره بالا ماها ممکنه بمیریم و این حکومت سر جاش باشه، پس تا زنده هستیم یه جوری بیایم یک تلاش و کاری بکنیم و فراموش میکنن که ملت‌ها نیازمند به میراث‌های مهمی دارند، منهای اینکه این میراث گذار چه کسی بوده است. مهم زنده نگه داشتن اندیشه های درست و پاک و مدرن و دموکرات هستش و اینکه مردم بدونند که آدمیانی در جمع ما وجود دارند که به این شعارها اعتقاد دارند و بر اساس اون شعارها زندگی میکنند. من آنچنان نگران شده بودم که فکر میکردم مثلا احتمالاً آقای امیر انتظام هم یه طوری بکشوننش به این بازی که بره مثلا خودش رو کاندید بکنه. خوشبختانه ایشون تن به این کارها ندادند و این کار رو انجام ندادند. اما من فکر میکنم در کنار این مسئله دو تا موضوع مهم وجود داره. نخست این که در هفتم اسفند ما یک انتخابات نداریم بلکه دو تا انتخابات داریم. یکی انتخابات مجلس شورای اسلامیه، یکی انتخابات مجلس خبرگانه. و هر چقدر که انتخابات مجلس شورای اسلامی بی اهمیت، بیهوده و یک بازی پوچ محسوب میشه، انتخابات مجلس خبرگان به نظر من حائز اهمیته. به این معنی که به هر حال توی این 8 سالی که این دوره از مجلس خبرگان خواهد بود، احتمال بسیار بالایی هستش که آقای خامنه ای دیگه در میان نباشد و این مجلس مجلسی خواهد بود که باید تکلیف ولی فقیه آینده یا اساساً اینکه آیا ولایت فقیه باید تک نفره باشه یا شورایی باشه و غیره اینها رو روشن خواهد کرد و بنابراین ترکیب این مجلس بسیار اهمیت داره و به جای اینکه ما بپردازیم به داغ کردن بازار انتخابات مجلس شورای اسلامی که هیچ تأثیری در روند سیاسی مملکت ما نداره، اگر که بتوانیم رهنمودهایی بدیم به مردم در مورد انتخابات مجلس خبرگان و لااقل بتوانیم مخالفان داخلی همین حکومت رو حمایت بکنیم که بروند به داخل مجلس خبرگان، احتمال این که در روز مبادا، البته روز بادا به نظر من، که بخواهند تکلیف ولی فقیه جدیدی رو روشن بکنند، لااقل اختلافات داخلی این رژیم در یک سطح تعیین کنندهی
بروز و نمود خارجی پیدا بکنه و بتواند در سرنوشت کلی این رژیم تأثیرگذار باشه. و الا این که ما بیاییم توی این بساط مجلس خبرگان رو فراموش بکنیم، ببریمشون زیر فرش پنهانش بکنیم و بیاییم بازار مجلس عرض کنم که شورای اسلامی رو گرم بکنیم، یک خطای بزرگیه که به نظر من از جانب این دوستان در داخل کشور که یه موقعی آدم امید داشتش که اینها نمایندگان واقعی اندیشه سکولار دموکراسی در ایران هستند داشت. اما نکته دومی که خدمتتون می‌خواستم عرض بکنم اینه که این دوستان پس از اینکه رفتند و نامنویسی کردند و رد صلاحیت شدند، آمدن میگویند که ما از اول میدونستیم که رد صلاحیت میشیم، اما حالا ما میخوایم کار دیگری بکنیم و اون این است که دست به یک انتخابات مستقل از حکومت بزنیم و مردم رو تشویق بکنیم که بیان در صندوق‌های عرض کنم که جداگانه‌ای که ما در روی اینترنت ایجاد می‌کنیم بیان رأی بدن به کاندیداهای رد صلاحیت شده‌ای که از اون مجموعه همبستگی برای دموکراسی در ایران رفتن و نام نویسی کردن، که 5 نفر در تهران و 1 نفر هم از در تمام شهرستان‌های کشور آمدند و این اسنویسی رو کردن. در نتیجه اون وقت این فکر رو حالا دارم به عنوان این که ما میخواهیم از این طریق یک آلترناتیو در مقابل حکومت ایجاد بکنیم دارن ارائه میدن. اسم صندوق انتخاباتیشون هم که روی اینترنت هست و دوستان همه میتونن برن اونجا و عرض کنم که رأی خودشون رو به این کاندیداها بدن، اسمش هم گذاشتن صندوق عرض کنم که رفراندوم یا اصلا ببخشید صندوق برای آلترناتیو حکومت اسلامی، که من فکر میکنم که این اقدام هم اگر که مغرضانه نبوده باشه عرض کنم که بسیار کودکانه است، به خاطر اینکه در داخل کشور که من گمان نمیکنم کسی بلند شه بره روی این سایت و بخواد رأی بده، به خصوص که شما وقتی که میدید اونجا که رأی بدید میبینید یه پرسشنامه متولی هم در مورد شما پرسیدند که عرض کنم که اسمت چیه، فامیلت چیه، آدرست کجاست، نه همه مشخصات رأی دهنده رو خواستار شدن و یک سایت بسیار از لحاظ سکیوریتی و امنیت هم بسیار سایت ناپایداریه و مستقیما هر چیزی که شما اون رو بگذارید میرسه به دست وزارت اطلاعات. و در این حال یعنی در داخل کشور که من گمان نمی کنم کسی بیاید و این کار رو انجام بده، در خارج کشور هم شاید عده‌ای که دچار تصور و توهم هستند بروند به این مسئله رأی بدهند یا اسم‌نویسی بکنند برای این قضیه، اما اینقدر تعدادشان قلیل خواهد بود که به نظر من اون وقت حکومت میتونه مدعی شه که بفرمایید در خارج کشورم نیروهای مخالف من وجود ندارن که بخوان در بازی شما شرکت کنن. بنابراین من فکر میکنم که این دوستانی که یک موقعی تصور میشدش که در خط مقدم جبهه مبارزات سکولار دموکراتیک با حکومت اسلامی هستند دست به یک بازی باخت باخت زدند که نتیجهش به نظر من ناکامی بسیار شدیدی در خود اونها، در طرفداران اونها و در بقیه خواهد شد. و من امیدوارم که آنانی که تو این بازی شرکت نمی کنند بدانند که ما رسالت دیگری رو به خصوص در خارج کشور بر عهده داریم. در داخل کشور ما نمی توانیم توقع داشته باشیم که فعالان سیاسی بخواهند حرفهای براندازانه و انحلال طلبانه بزنن. اونا حد اکثر حرفشون اینه که بیان برخی مطالباتی رو که برحق میدونن مطرح بکنن و ما هم در خارج کشور وظیفمون اینه که از مطالبات داخل کشور به شرطی که این مطالبات بر مشروعیت حکومت اسلامی نیفزاید حمایت بکنیم. اما در خارج کشور عرض کنم که اون مأموریت تاریخی به نظر من کسانی که از دست حکومت اسلامی بیرون آمدن نتونستن حکومت رو تحمل کنن، هر کسی که چمدونش دستشه
حالا یا از فرودگاه یا از مرزها به طور غیرقانونی از ایران خارج میشه، با گامهای خودش و عرض کنم که چمدون خودش داره اعلام میکنه که من تحمل این حکومت رو ندارم. بگذاریم از ماموران همین حکومت، حقوق بگیران همین حکومت که آمدن در خارج کشور و جاهای مختلفی رو تصرف کردن. من در سفرهایی که گاهی پیش میاد میکنم این رو میبینم. من در تورنتو شاهد این بودم، در ونکوور شاهد این بودم، در همین عرض کنم که خود کالیفرنیا جنوبی شاهد این بودم که بعضی جاها رو این فرستادگان عرض کنم که حکومت تصرف کردن. اما اکثریت ملتی که خارج شدن، مثل خود شما، مثل بنده، مثل بسیارانی از بینندگان این برنامه، اینها آمدن به خارج کشور به خاطر اینکه مخالف حکومت اسلامی مسلط بر ایران هستن. خب یک سال باقی میمونه آقای دکتر. بله؟ اشاره شما، میگم یک سال برای من باقی است در مورد اهمیت دادن به مجلس خبرگان. اینکه مجلس چون مجلس خبرگان رهبری است و در 8 سال آینده هم احتمالاً آقای خامنه‌ای نخواهد بود، خب این مجلس تو نقش مهمی در تعیین رهبر بعدی داشته باشه. اما حرف اینه که آیا کسانی که در واقع اهرمداران اصلی هستند در ایران و خارج از کادر مجلس خبرگان و این سه قوه و از این قبیل حضور دارن و ما حضور نامرئیشون رو هر روز داریم احساس میکنیم، قدرت اونها در چه حده، شما فکر میکنید اینا منتظر رأی مجلس خبرگان میشن؟ یعنی واقعا تصور شما اینه که اینا منتظر میشن که مجلس خبرگان رأیش رو اعلام بکنه، اونا تمکین بکنن؟ این یک. دو، در مورد دنیای مجازی و فعالیت های سیاسی که در این صورت میگیره، اما تنها نجبادن وقتی وارد دنیای مجازی میشید دیگه اختیار دست شما نیست. یک دختر خانمی عکساش هم برای مدت‌های مدید برای من میفرستاد از ایران، سن و سالی هم نداشت و رشته پزشکی هم تحصیل میکرد، شاید مثلا چیز حدود 2 سال این کار رو تکرار کرد. من در یک نامه ازش خواهش کردم که این کار رو نکنه. بهشم گفتم بچه های من حتی به این ایمیل های من دسترسی دارن، منو دارین تو خونم شرمنده میکنی. این تنها نامه ای بود که جواب دادم. مثلا روزی 10 نامه باور میکنی دریافت میکردم، نامه های کوتاه، نامه های بلند. من شد، یعنی خودم حدسم برای این بود که این یه دختر نیست، این احتمالا مرده، یک مرده، اما تصویر یک دختر بینوای بیچاره رو به دست آوردن و دست حتی عکسای خانوادگی رو هر روز هم داره برای من میفرسته. یعنی این همه بی‌پروایی، اونم روی اینترنت از ایران، برای من خیلی عجیب بود. گفتم حتما یه چیزی هست دیگه. حدسم هم درست بود واقعا. حالا شما وقتی وارد دنیای مجازی میشید که اراده دست شما نیست، شما نمیتونید بگید که من یک سازمانی دارم اعضایش از طریق دنیای مجازی تعیین شدن. چه بسا شما 2000 تا عضو داشته باشید، 1999 تاش یه نفر باشه، یه نفر به عنوان 1999 نفر با شما به ارتباط برقرار کرده و شما رو متقاعد کرده که چه نفر نیست، 2000 نفر. یعنی میخوام بگم اختیار در اختیار نیست. و در ثانی اگه تصور بکنیم رو دنیای مجازی باز از طریق اینترنت و شبکه ها میشه سازمان سیاسی تشکیل داد، رفراندوم برقرار کرد، یادمون باشه جمهوری اسلامی هم که بیکار نیست، یه ارتش سایبری یه روزه میتونه سرنوشت کل تصمیماتی که چه میگرفتن عوض بکنه، روش اثرگذار بشه و نتیجه مطلوب رو خودش بگیره. اونا هم که بیکار نمیشینن. یعنی دستگاه هم یا نیروی هم که شما بهش مبارزه میکنید، اونم دست به کار میشه و سعی میکنه که از کاری که شما کردید بهره گیری کنه. خب و چون میدونیم قدرت شما با قدرت اونها برابری نمیکنه و این یک جنگ به اصطلاح جنگ عادلانه نیست، در نتیجه شما بازنده اید. همیشه رو دنیای مجازی شما بازنده هستید، همیشه بازنده اید. من گفتم که بعدهای چیزای اختراع بشه، آدم بتونه واقعا از طریق همین شبکه‌های اجتماعی به هویت افراد هم پی ببره، یعنی مشخص بشه که این آدمی که الان داره با شما ارتباط برقرار میکنه مثل ضرب انگشت، این پیامی که شما میدید ضرب انگشت آدمی است که یه طرفه و صاحب هویت.
خب اینا. اما مسئله مجلس خبرگان هنوز برای من مطرحه، یعنی حرفی که آقای نوری علا زد و اهمیت داد به این مجلس، در خدمتتونم. ببینید عرض کنم که ما این رو که خب هر کسی میدونه که به خصوص تو کشورهای خاورمیانه شما هیچ سراغ ندارید که در جایی روندهای دموکراتیک اشخاص رو به قدرت رسونده باشن. حالا ما یه نمونه دکتر مصدق رو علم میکنیم همیشه و میگیم که حکومت ملی و دموکراتیک دکتر مصدق، ولی همیشه در خاورمیانه کسانی که به قدرت رسیدند یا از طریق انقلاب بوده یا از طریق کودتا بوده، و در همه این موارد هم عرض کنم که نیروهای انتظامی نقش عمده رو داشتند، چه به صورت پاسیو یعنی منفعل و چه به صورت اکتیو یا فاعل. مثلا در مورد انقلاب 57 حالا دیگه سندش هم هستش که آقای خمینی به آقای کارتر گفته که شما ارتش رو خونسا بکنید، ما به عوضش میایم چپا رو در ایران قلقم میکنیم. یعنی همچین معامله شده، وگرنه در کجای تاریخ شما میتونید نمونه پیدا کنید که یه ارتشی بیاید بگوید که ما بی‌طرفی اعلام میکنیم و سربازمون میبریم توی عرض کنم که سربازخونه نگهداری میکنیم و مردم بیان اسلحه ها رو بردارن برن. همیشه در این کشورها نیروهای نظامی نیروهای تعیین کننده بودن، اما به نظر من در این حال یک روبنا و یا فاساد یا رونمایی هر کاری داره، یک عرض کنم که وضعیت پشت داره. ما از کجا میدونیم که آیا مثلا سپاه پاسداران و بسیج نیروهای یک پارچه‌ای هستند و همون شقاقی که در سطح رهبری روحانیت وجود داره یا بین اصلاح طلبان و بنیادگرایان وجود داره و کار تا اونجا پیش میره که نمیدونم حصر خانگی و نمیدونم زندان و همه حرف هم مطرح هست، این قضیه در داخل خود سپاه پاسداران هم انعکاس نداشته باشه، در داخل سپاه پاسداران هم یک عده نباشند که از وضع فعلی ناراضی باشند، نگران آینده باشند و منتظر این باشند که در موقع لازم عملی انجام بدن. در نتیجه به نظر من وجود نیروهایی مثل سپاه و بسیج نافی اهمیت آنچه که در مجلس خبرگان میخواهد اتفاق بیفتد، هیچ نمیدونیم چون مربوط به آینده است، میخواهد اتفاق بیفتد عرض کنم که از هم مجزا نیستند. کافیه که اختلاف داخل مجلس خبرگان به جایی برسته که نتوانند اینها ولی فقیه بعدی رو با تکیه به نیروهایی که در نیروهای نظامی دارند تعیین بکنند یا مشخص بکنند و در نتیجه مملکت بلا تکلیف بشه، تظاهرات بالا بگیره و اینا همه احتمالاتی، یعنی سرمایه گذاری روی احتمالات ها؟ مسلم شما بدون در نظر گرفتن احتمالات که نمیتونید برنامه سیاسی طرح بکنید، نمیتونید حتی موضع‌گیری سیاسی. خب احتمالات میدونم چند درصد ممکنه از یه واقعیت رو تشکیل بده، 2%، 3%، و شما تمام تاریخ رو میذارید در گروه همین 2-3%. در نتیجه اینم خودش به نظر اینم خودش نوعی نیهیلیسمه، نوعی پوچ انگاری. شما این درصد رو از کجا آوردین؟ نفهمیدم. در نه میگم معمولا احتمالاتی کلیه واقعیت که نیستش، که یه بخشی از یه احتمال داره این گونه بشه. مثلا تو نظرسنجی ها معمولا میگن الان ببینید در مورد مجلس خبرگان واقعا جنگ واقعی داره اونجا برقرار میشه. جنگ واقعی بین کی؟ نه بین کی جنگ واقعی در میگیره؟ در بین حاکمیت، بین کس ها؟ بله، بین کسانی که در واقع هر دو طرف هر دو سویه به نظام مذهبی اعتقاد دارن، اعتقاد قلبی دارن، اهرم هم دستشونه. ولی شما اگر که نتوانید یک نیروی آلترناتیوی که بیرون از حاکمیت هست داشته باشید، باید یکی از محاسبات شما این باشه که چگونه این حکومت میتونه از درون خودش منفجر شه و به اون انفجار کمک بکنید. یعنی در واقع شما انتظار دارید یه روز در مجلس خبرگان باز بشه، یه دیگه بگن آقا بیا این اهرم‌های قدرت رو ما میخوایم به شما تشریف بیارید. نه خیر، من هم چیزی فکر نمی‌کنم. من عرضم در این است که یا ما باید باور بکنیم که در داخل این حاکمیت
انشقاق و اختلاف وجود داره یا نداره. اگه نداره که خب البته شکل نه خواهد. اختلاف که قطعا وجود داره. خب اگه وجود اونم اختلاف بر سر منافع استفاده کرد. ببینید اینا یه اختلافاتی دارن در جمع با هم دیگه بر سر حفظ قدرت دیگه یا بر سر کسب قدرت، درست؟ اما یک منافع مشترک دارن. وقتی در برابر یک دشمن مشترک قرار میگیرن، اون موتور منافع مشترک که شروع میکنه به حرکت، اینا دستاشون رو دست هم میدن. 100% من اصلا راجع به دشمن مشترک صحبت نمیکنم اینجا. نه شما میگید اینا به هم اختلاف دارن، من میگم آری حتما دارن، قطعا دارن، در تمام نظام های قدرت همینه، اختلاف وجود داره. اما اگه فکر کنید این اختلاف باعث چنان تشتتی میشه که اونا بیان از قلمرو خودشون بیرون دست شما رو بگیرن، این به نظرم نه، من اصلا فقط یه توهمه. من اصلا نمیگم دست کسی رو بگیرن. خب. من معتقدم که مثل همه برنامه های سیاسی که حتی کشورهای بزرگ در مورد کشورهای نوع ما میکنند، باید از وجود اختلافات استفاده کرد و بهش دامن زد. کنار کشیدن و دخالت نکردن در این کار یعنی امکان دادن به اینکه اختلافات رفع و رجوع بشه. خب پس چرا معترضید به کسانی که میخوان برن ثبت نام بکنن تو انتخابات مجلس؟ شما دارید شلوغ میکنید بازار مجلس شورای اسلامی رو که به هیچ دردی نمیخوره که مجلس خبرگان تحت شعاع قرار بگیره. عرض من اینه. خب پس یه نوع نسخه پیچی میشه برای دوستان ما در ایران. خب هر کسی نسخه پیچی میکنه وقتی که داره فعالیت سیاسی میکنه. بسیار عالی. خب نظر آقای دکتر نوریالله رو شنیدید، همینانم ایشون معتقدن که مجلس خبرگان اهمیت داره. خیلی ها هستن همین نظر رو دارن، نظر آقای دکتر نوریالله رو. ایده دیدم که امضا کردن به اصطلاح مخالفت کردن با یه بیانیه با نظارت استصوابی آقای اون ربطی به مجلس خبرگان نداره. نداره درست. آقای تقی‌زاده و آقای تقی‌زاده بعدن اعلام کردن که امضاشون رو گذاشتن پای ایشون، امضا نکرده. ولی اونا درباره صحبت هم کردن هفته گذشته با آقای سازگارا. آقای سازگارا هم امضا کرده بود؟ نه خیر، ایشون میگفتن که اولا من متن اون نامه رو نخونده بودم. بله بله. و من تو برنامه شما هم داشتن میگفتن که من اساسا با هر عمل مخالف این حکومت موافقم، ولی میگفتن که من متن نامه رو نخوندم. که از من پرسیدن یه نامه‌ای داره، چیز میشه کسانی که مثلا معتمد ایشون هم بودن، تنها ایشون نیستن، چندین نفر الان اعلام کردن که امضاهاشون زیر اون نامه، عرض کنم بدون اطلاع اونها بوده. خب راه پیشنهادی شما چه؟ 2 دقیقه وقت داریم، بفرم. من راه پیشنهادیم اینه که ما باید اندیشه این که این حکومت پادزهرش سکولار دموکراسی هست رو آنچنان در خودمون نهادینه کنیم که اگر روزی امکانی فراهم آمد، جانشین این حکومت یک جانشین مذهبی و ایدئولوژیک دیگه نباشه، بلکه این اندیشه بتواند ملت ما رو راهنمایی بکند به سوی اینکه خواستار چه، عرض کنم که حکومتی، چه قانون اساسی باشیم. ما نیروی سیاسی به اون معنی نداریم که بتواند از لحاظ نیروسنجی با این حکومت در بیفته. تمام مواضع رو اپوزیسیون به اینها باخته است، اما این اندیشه است که معالن و در بلند مدت کار خواهد کرد. چقدر تشکر میکنم.